مدت ها هستش که ما داریم از فکر تا فعل صحبت میکنیم و چند جلسه رو گذروندیم. امروز نیز میخواییم در رابطه با موضوع غم صحبت کنیم. گفتم بروشورها رو ندن و علتش این بود که تصورم به این هستش که نمیتونیم درس رو امروز تموم کنیم، پس میذاریم برای هفته دیگه. همون گونه که همه ما غم رو تجربه کردیم، حتی حتما میدونید که با تحقیقاتی که به عمل آوردن حتی نوزادان توی چند ماه اول نیز افسرده هستن. 15% از نوزادان افسردگی دارن، حالا به نوع ژنتیک نیز واردشون شده. پس این چیزی است که همه انسان ها این رو تجربه کردن و زمانی که انسان توجه به این میکنه که یک مهمی رو داره از دست میده، یک موقعیتی رو داره از دست میده، به جایگاهی میخواد پناه ببره که دیگران متوجه نشن. اتفاقا همه میفهمن که اون غمگینه، همه میفهمن، ولی انسان در صدد فرار از اون شرایطی هستش که گرفتار میبینه. اون ترسش هست، اون نگرانیش هست، اون خستگی هاش هست، اون استرابی هستش که اون رو میخواد به واژه غم وصل کنه، میخواد توی جایگاهی پناهش بده، ولی پناه دادن نیستش. ما برای اینکه بتونیم واقعا ریشه یابی کرده باشیم تمام مشکلات روحی و روانیمون رو، چرا که ما میدانیم که خدا که انسان رو آفریده بهتر هست، حتی روانشناسان عزیز ما که تحقیق میکنن، تلاش میکنن، انسان رو میشناسه. پس ما رجوع میکنیم به کلام زنده مون. میخوام در ابتدا بریم با هم دیگه بشنویم از کتاب پیدایش 3:7-13. چشمان هر دوی ایشان باز شد و فهمیدند که عریانند. پس آدم و حوا عهدی رو بسته بودن با خداوند. وقتی که از اون درخت نیک و بد میخورن، میگه چشمان اونها باز شد. مگه قبلا کور بودن؟ قبلا شنیدیم، در این رابطه زیاد صحبت کردیم که آدم و حوا کور نبودن. اما چه اتفاقی افتاد برای اونها که اونها این ذهنیتشون رفت به اینجا که گویا دارن میبینن؟ چی رو دیدن؟ آدم و حوا ضعف خودشون رو میدیدن. آدم و حوا چیزهایی رو که از دست دادن رو داشتن میدیدن. چی رو از دست دادن؟ درختای توی باغ از دست دادن؟ حیوانایی که خداوند بهشون سپرده بود از دست دادن؟ باغ عدن رو از دست دادن؟ دست و پاشون رو از دست دادن؟ آدم و حوا چه چیزی رو از دست دادند؟ ادامه بدید لطفا. پس برگ‌های انجیر به هم دوخته سترها برای خیشتن ساختند. یک بار دیگه از اول بخونید لطفا. آنگاه چشمان هر دوی ایشان باز شد و فهمیدند که عریانند. عریان از چی بودن؟ عریان از روح خدا بودن. عریان از اون آرامش، عریان از اون حقیقت، عریان از اون محبت اصلی که لازمه این بود که من در مسیر خلقت قرار بگیرم و شکل خدا بشم. پس عریان از ثروت نبودن، عریان از قدرت نبودن، عریان از این نیستن که بگن ما همسرمون از دست دادیم، ما بچه‌مون از دست دادیم و و و و و و. عریان شدن از این که دیدن حضور خدا بر با اونها نیستش و خودشون رو برهنه دیدن. بله. پس برگ‌های انجیر به هم دوخته سترها برای خیشتن ساختن. مرسی. وقتی متوجه شدن، عریان شدن، اگر حکمتی بود، اگر خردی بود، میبایست در حضور خدا عریانیشون رو نشون بدن، چون خدا بهترین کسی هست که میتونه عریان ما رو بپوشونه، ضعف ما رو قوت بده، مشکلات ما رو حل کنه. وقتی به زندگیت نگاه میکنی میبینی که قسمتی از زندگیت عریانه، اون رو با موقعیت‌هایی که توی دنیاست تو فرزند خدا هستی پوشش نده. به عنوان فرزند خدا به دنبال وکیل خوب باش، به دنبال پزشک خوب باش، مشاور خوب باش، درآمد خوب باش، همسر خوب باش و و و و. اما اگر میخوای زندگیت خوب پوشش پیدا کنه و نمیخوای مذهبی هم فکر بکنی، با موقعیت‌های مذهبی نشون بده که نزدیک به خدا شدی، برو عریانی تو در حضور خداوند نشون بده.
خودت رو از چشمای خدا دور نکن. آدم و حوا اینگونه عمل کردن. و خیلی موقع ها ما میشنویم که یه خادم خوب داره خدا رو خدمت میکنه، یک دفعه میبینیم یه خبر نیست، میگیم چی شده؟ میگن توی مشکلاته. میگیم چرا خبر نداد براش دعا کنیم؟ میگه کلام خدا من در نامه یعقوب نمیگه 5-16 که برای همدیگه دعا کنیم. میگه من نمیخواست کسی بفهمه، همه بفهمن. شیطان خوشحال شد، شیطان که میدونه اصلا چه بسه شیطان این کار رو انجام داده. اینا همون بهانه هاست، این همون برگای انجیره که ما میخواییم پوشش زندگیمون قرار بدیم. اولین قلمروی ضعف زندگیت رو در حضور خدا ببر. من بیشتر میخوام در این رابطه صحبت کنم، برای همین کشش میدم. ببر در حضور خدا. همین الان که دارم صحبت میکنم روش فکر کن. ترسات برای چیه؟ غمت برای چیه؟ نگرانیت برای چیه؟ هنوز داری پنهان میکنی؟ تو فرزند خدا هستی، با خدا رابطه عاشقانه پیدا کردی، خدا دیوارا رو برداشته، ولی باز داری حتی از خدا پنهان میکنی. حتی اگر اومدن کلیسا برگ انجیر باشه اشتباست. اگه داری از ترس حتی از غمت فقط میخوای کلام بخونی اشتباست. رابطه ما با خدا، رابطه ما با کلیسا، رابطه ما با هم فقط و فقط باید عشق باشه. آمین. غیر از عشق هر چیز دیگه ای باشه به ما آسیب خواهد زد. هر چیز دیگه ای باشه. بله. و آواز خداوند خدا را شنیدند که در هنگام وزیدن نسیم نهار در باغ می‌خرامید. و آدم خب آواز خداوند رو که همیشه می‌شنیدند. این گونه نبود که یک باره آواز خداوند رو بشنوند. همیشه صدای خدا رو میشنوند. حضور خداوند همیشه با اونها بود که باشون صحبت میکرد. زمانی که من تصمیم میگیرم با افکار خودم، با موقعیت‌های خودم، با پوشش‌های انسانی، با پوشش‌های مذهبی مشکلم رو کاور کنم، غمم رو کاور کنم، نه فقط به هدف نمیزنم، هیچ کاری نمیکنم، تازه دلیلی خواهد شد که از حقیقت، چون خدا حقیقت هست، دور بشم، به مشکلات نزدیکتر بشم. چند وقت پیش یک کلیپی رو دیدم، شاید شما عزیزان دیده باشید در یوتیوب، که نشون میداد نصف شب نوزادی از خواب بیدار میشه و جیغ میزنه. در اینکه داره جیغ میزنه پدر از اتاق خواب میپره بیرون و هم که خواباله بوده سرشو میکنه توی گهواره، یه چیزی که قلمبه بوده برمیداره، هی تکون میده، هر چی تکون میده بازم این بچه داره گریه میکنه. اینا چند دقیقه این میکشه، بازم جیغ بچه هست. مادر میاد، مادر که میاد نگاه میکنه به گهواره، اونم دولا میشه، یه بچه برمیداره تکون میده، بچه آروم میشه. بعد بابای نگاه میکنه، میده اون که بچه که بغلمونه، بعد متوجه میشه عروسکی که توی پتو پیچیده بودن بغل این بچه گذاشته بودن رو بغل کرده بوده. زمانی که فوکوسمون رو خوب نمیتونیم به خدا بدیم که اون پوشش ما باشه، صدای او رو خوب بشنویم، با اون سخن بگیم، سخنان ذهنیت ما متاسفانه مشکلات ما رو بدتر خواهد کرد، رنجهای ما رو بیشتر خواهد کرد، دردهای ما رو بیشتر خواهد کرد. بله. و آدم و زنش خیشتن را از حضور خداوند خدا در میان درختان باغ پنهان کردند. و خداوند خدا آدم را ندا درداد و گفت کجا هستی؟ گفت چون آوازت را در باغ شنیدم ترسان گشتم، زیرا که عریانم. پس خود دیگه آدم و حوا دیگه انگیزه و ذهنیتشون و فکرشون این نیست که از حضور خدا بتونن اون برکت و قوت رو بگیرن. آدم و حوا دیگه چون روح خدا رو ندارن، برای رفع مشکلاتشون باید خودشون اندیشه کنن، برای سرماشون، برای گرماشون، برای نیاز مالیشون. دیگه تمام نگرششون موضوعات واقعی میشه، چون واقعه پیش اومد متاسفانه تو باغ عدن. تو باغ عدن هدف این بود که انسان بیاموزه شکل خدا بشه، اما زمانی که تبدیل شد این حقیقت، حالا دیگه همه چیزها واقعی شده. برای همین هستش که خود ما گاهی به دنبال خیلی چیزها هستیم که وقتی بهش میرسیم میگیم ای کاش اصلا نرفته بودیم دنباله. چه زحمتی، چه وقتی گذاشتیم، چه پولی تلف کردیم. همون گونه که این شاعر نیز اعلام میکنه، ای آن که پس از ما به جهان غم داری، نیکو بنگر که از چه ماتم داری. میتونیم به آدم و حوا بگیم
غمگین شدن، ترسان شدن، اما با برگ انجیر، اما با یه وام، اما پیش یه وکیل رفتن، اما با یه نصیحت، با یه دکتر، با طریقهای انسان. ای آن که پس از ما به جهان غم داری، نیکو بنگر که از چه ماتم داری. غافل شده ای از آن چه داری با خویش. از روح مقدس خداوند غافل شده بودن. خداوند به ما روحشو داده، قوتشو داده، امیدشو داده، فیضشو داده، کلام زندهشو داده. خیلی از عزیزان هستم خوشحالم وقتی که کلام رو میشنون انجام میدن. میگم برادر رسول، وقتی ما دیدیم توی موقعیت بدی هستیم دعا کردیم، شما گفته بودید خدا با قلبم صحبت میکنه که در رابطه مثلا برفرض مشکلات میگه این آیه رو بخون، این مزامیر نمیخوام بگم، همه این عطا رو دارم، اما خداوند با فیضش صحبت میکنه و میگه من تو بدترین شرایطی که قرار گرفتم دیدم دسترسی به هیچ کس ندارم، خیلی دعا کردم، خدا با قلبم صحبت کرد، مزامیر فلان رو خوندم و آروم شدم. کلام خونه توه، حضور خدا در کنار تو هستش. یه مشکلات و سختی ها، غافل شده ای از آن چه داری باخیش، در ماتم آنی که چه ها کم داری. مدام فکرم رو مشغول میکنم که حالا من دیگه چه چیزایی باید داشته باشم. تا دیروز به دنبال اقامت بودم، خیلی خوبه، این سلامتیه، از این به بعد دنبال کار خوب هستم، خیلی خوبه، ازدواج هستم، خیلی خوبه، فرزند هستم، خوبه. اما اگر بخواد برای هر کدوم این نکات یک غمی بیاد، یک اندوهی بیاد که از یک ترس گرفته میشه، این چیز خوبی نیستش که چهره ما رو عوض کنه، صحبت ما رو عوض کنه، شرایط زندگی ما رو نیز عوض کنه. بله؟ پس خود را پنهان کردم. گفت که تو را آگاهی که عریانی؟ آیا از آن درختی که تو را قدغن کردم که از آن نخوری خوردی؟ آدم گفت این زنی که قرین من ساختی، وی از میوه درخت به من داد که خوردم. خب معمولا وقتی به اینجا میرسه، من نبودم، دستم بود، تقصیر آسینم بود، بهانه ها داریم، دلایل داریم، حتی ما خدا را هم میخواییم قانع کنیم، کشیش کلیسا رو که راحت قانع میکنیم، همسرمون راحت قانع میکنیم، دوستانمون رو راحت قانع میکنیم. توی مشکلات و سختی ها من نمیدونم شما چیکار میکنید، ولی من یاد گرفتم اول خودم رو تفتیش میکنم، اول یه ضربی میذارم جلوی خودم ببینم کجای کارم ایراد بوده. قبلا این کارو نمیکردم، قبلا ضربی رو جلوی دیگران میگرفتم، اما جدیدن یاد گرفتم، چون وقتی جلوی دیگران گرفتم خدا گفت چوبه تو چش خودته. گفتم او فهمیدم. وقتی تو مشکلات و سختی هایی هستی که میبینی غم تو رو داره تعقیب میکنه، نگرانی و ترس داره تو رو تعقیب میکنه، این ذره بینه رو جلو خودت در حضور خدا بگیر، بذار عریانی تو خدا ببینه. عریانی جسمانی رو نمیگم و اشتباه نمه، بعضی هم نمیخندن، عریانی وجود درون زندگیمون رو اون ببینه و اون در صدد این خواهد بود که رفع مشکلات ما کنه. بله؟ پس خداوند خدا به زن گفت این چه کار است که کردی؟ زن گفت مار مرا بانمود که خوردم. بله، میتونیم برای این کلام خداوند دست بزنید که توجیهات آدم و حوا هستش. اما همون گونه که خدمتون عرض کردم، موضوع غم موضوعی هستش که ما هممون تجربه کردیم، حالا یا برای از دست دادن مهمی و یا تغییرات سبک زندگی ما، مانند متاسفانه طلاق، جدایی حتی از دوستان، بیکار شدن، محل رو عوض کردن بر اثر جبر، و یا اینکه ثروتی رو، محبوبیتمون رو از دست میدیم، باعث میشه که حالا بگذاریم موضوعات ژنتیکی و هورمونی رو نمیخوایم، نمیتونیم و دانش رو من ندارم درباره‌اش صحبت کنم، اما آنچه که خیلی طبیعی هست رو کلام خداوند میخواد به ما یک نگرش رو بده که چگونه بتونیم از اون آزاد بشیم. چون اگر از اون آزاد نشیم، متاسفانه بعد از این اتفاقی که میفته این هست که اونقدر منو خسته و ناامید خواهد کرد که در پرانتز از بی‌حسی من به تنبلی نیز خواهم رسید، چون به هیچ وجه نمیخوام فعالیت کنم، به هیچ وجه نمیخوام در تلاشی خودم رو قرار بدم و در اون موقعیت نیز عمل بکنم. پس آنچه که خداوند میخواد ما ازش آزاد بشیم، از یک فکر غم هست که افکار غم رو اجازه ندیم وجود ما رو بگیره. ما در امثال 15-13 از شریف براتون میخونیم، میشنویم که اعلام میکنه
دل شاد منظور این دل نیست، منظور فکره، یعنی فکر شاد، اون فکری که پولس رسول تو زندان داشت. میگه فیلیپیان 4:4 شاد باشید، و باز میگویم شاد باشید در خداوند شاد، یعنی تو تکیت کاملا در خدا باشه، با درخت با برگ انجیر خودتو پوشش نده، برو در حضور خدا، با خدا صحبتو آغاز کن، ادامه بده، تمام وقت فقط توی کلیسا نه، با اون زندگی بکن. دل شاد چهره را شاداب میسازد، اما دل غمگین روح را افسرده میکند. فکری که درش غم هست حتی چهره ما رو عوض میکنه، روان ما رو عوض میکنه. برعکس دلی که به انتظار خدا هستش، با خدا زندگی میکنه، یک موقعیت خوب رو داره. و نیز نویسنده مزمور 116:3 این گونه میگه: خطر مرگ از هر سو مرا احاطه کرد و فکر رفتن به گور مرا به وحشت انداخت. قبل از اینکه چه اتفاقی بیفته نویسنده میگه من جلو اینها رو برداشتم. و گاهی میشه متاسفانه ما برای نیازهامون، چیزهای خوب، برای اون چیزهایی که میدونیم که میتونیم حتی دریافت کنیم، یک صدای منفی، یک صدای نگاتیو میذاریم بغلش و ما رو غمگین میکنه. و مدام به جای اینکه به خاطر اون شاد باشیم، خوشحال باشیم، مدام غر میزنیم، شکایت میکنیم، ناراحت هستیم. به طور خاص ما که فرزندان خدا هستیم و ایمان داریم که کلام خدا بیهوده نمیگه، در مزمور 66 اگر اشتباه نکنم 10-12 اعلام میکنه نویسنده، با خدا داره رب صحبت میکنه، همونطور که گاهی ما به تنگنا میرسیم با خدا صحبت میکنیم، با خدا سخن میگه، میگه خداوند چگونه است که تو اجازه دادی این قوم، یعنی ما، به توسط دشمنانمون، شایعات، سخنان بد، تحت آزار و ستم قرار بگیریم، گویا که ما رو توی آتش میکنی و از توی آتش در میره توی آب یخ میکنی و هنوز کاملا نسوختیم توی آب سردیم، تازه میایم خوشحال بشیم داریم خنک میشیم، دوباره ما رو میکنی توی آب آتش. ولی میگه نهایتا میدانم که مرا به خرمی در میاری، ما رو به سرزمین خرم خواهی رساند. نویسنده این گونه میگه و کلام خداوند پولس رسول چقدر زیبا اعلام میکنه برای ما که فرزندان او هستیم، که میگه مشکلات و سختی ها چیکار میکنه؟ مشکلات و سختی ها برای ما، اگر مشکلات و سختی ها توی زندگی ما میخواد ما رو به یک گوشه ببره که غم هست، اون اشتباه است. من نمیتونم مطیع این کلام خدا و روح خدا باشم، همون توی آدم و هوا پنهان شد. اما اگر این مشکلات و سختی ها مطابق این فرمول کلام، اگر مشکل میگه مشکلات و سختی ها برای آنانی که خدا رو دوست دارن و اراده خدا رو میخوان، ما میخواییم اراده شو، ما خدا رو دوست داریم، میگه برای اونها به خیریت تبدیل میشه. هرچند ما تو سختی هستیم، اما این یک چالشی رو در ما ایجاد میکنه، یک چالنجی رو ایجاد میکنه که ما آروم و ساکت نباشیم. و نیز ادامه میده: خطر مرگ از هر سو مرا احاطه کرد و فکر رفتن به گور مرا به وحشت انداخت و درد و رنج وجود مرا فرا گرفت. پس میبینیم که تأثیر یک فکری که در غم هست، قبل از اینکه کسی رو بمیره و تو گور بره، زنده به گورش میکنه. پس قبل از اون من باید برم در حضور خداوند، قبل از اون من باید برم از خداوند این قوت رو بگیرم. سختی و مشکلاتی که میخواد باعث غم من و تو بشه، این رو بدونیم از ماست. اون سختی و مشکلات اومده ما رو تو مسیر درست برای سلامتی قرار بده. من اینا عزیزانی که همسن سال ما هستن، حالا در زمان محمد رضا شاه یادشون هستش، در ارومیه، دریاچه ارومیه جزیره ای بود که توی اون جزیره حیوانات جنگل و اهلی رو قرار دادن، مانند بز وحشی و آهو و دیگه خرگوش رو گذاشتن اونجا. بعد از مدتی متوجه شدن که این آهوها دارن میمیرن. کارشناسا رفتن اونجا و بعد از اینکه تحقیق کردن متوجه شدن که اینها یه مریضی سم پاشون گرفته که به علت عدم فعالیت بوده. چون آهوها آب داشتن، خوراک داشتن، همه چیز داشتن، میخوردن، لازم نبود که فرار کنن،
گفتن چه کار کنیم؟ گفتن کارش اینه که یه چند تا گرگ و شیر و پلنگ بندازید تو این جزیره ها، دنبال این آهوها کنن، اینا وقتی فعالیت کنن میدونن باعث میشه که سم پاشون این مریضی رو نگیره و این کار رو انجام دادن. خداوند میدونه، خدا اجازه میده که یه مشکل وارد زندگی من و تو بشه، خدا اجازه میده غمی در دل تو بیاد، ولی خدا نمیخواد تو تو غمت لونه کنی، بری اونجا ساکن بشی. خداوند میخواد با روشی که میتونه روش خوب باشه به تو این یاری رو بده که بهترین کار رو بکنی. در امثال 4:23 خیلی زیبا میگه، اینو خوندیم بازم میخونیم، میگه توجه داشته باش که چطور فکر میکنی، زیرا افکار تو سرچشمه زندگی تو هستش. فکر چگونه هستش نسبت به ویژن های زندگی، ویژنت برای کلیسا، دوستانت، فرزندت، خانوادت، دیده چه دیدی داری؟ دیده امیده؟ دیده پیروزیه؟ یا نه یک دیدگاه ضعیفی داری؟ اگه دیدگاه ضعیفه، اگه افکارت پریشونه، اگه فکر میکنی پیروز نمیشی، برو قبل از اینکه دست به رفتار و اعمالی بزنی که باعث شکستت بشه، برو در حضور خداوند و این احساس رو از وجود خودت بردار و اجازه نده با این غم و اندوه در حضور خدا باشی، در حضور همسرت باشی، در حضور دوستانت باشی، چرا که همین باعث شکستت خواهد شد. در اصفهان مسجدی رو درست میکردن، برادر اکبر فکر کنم بهتر از من بدونه، سازنده این مسجد معمار خیلی زبردستی بود که میناری رو درست کرده بود. در کنار این مسجد زن محسنی زندگی میکرد. این وقتی که اومد دید مسجد تموم شده و تشکر کنه از این معمار، نگاه کرد گفت آقای معمار این مینار کجه. معمارم یه نگاه کرد دید کج نیست، کارگرام همه نگاه کردن کج نیست، گفت نه نه این کجه، این کجه الان میفته میرسه تو خونه ما، همه ماها رو میکشه. معمار بلا فاصله کارگرها رو صدا کرد گفت بیاید همه تون با همدیگه حل بدید این مینار رو صافش کنیم. کارگره گفتن چی میگه، گفت برید حالش بدید. اینا انقدر شروع کردن هل دادن این خانم محسن هم کنار معمار بود، معمار گفت ببین صاف شده انقدر اینا هل دادن تا آخر گفت آها صاف شد گفت پس بفهمه به اون پیرزن. بعد کارگره مادن گفتن آخه برای چی این کار بیهوده رو کرد، گفت بیهوده نیست، این منار کج نبود، اما با فکر این پیرزن این منار تا ابد کج میشه و هیچ کس اینو صاف نمیدید. منارهای افکارمون اگر کج هست به سمت غم، اونها رو صاف کنیم. همون گونه که مولوی نیز این گونه میگه، چون خیالی در دلت آمد نشست هر کجا که میگریزی با تو هست. اونو باطلش کن، فکر غم رو از ذهنت بشور تا بتونی به عنوان یک شخص سالم، به عنوان کسی که فرزند خدا هستی توی جایگاه درست بسی. حتی گاهی میشه این افکار غم در زندگی ما متاسفانه انقدر نفوذ پیدا میکنه که برای رفع مشکلاتمون ما از ابزاری مانند دروغ استفاده میکنیم، ریا استفاده میکنیم، از خشممون استفاده میکنیم، از عصبانیتی استفاده میکنیم تا بتونیم مشکلاتمون رو حل کنیم. در کتاب پیدایش 20 ما متوجه میشیم ابراهیم که مرد خداست، ابراهیم که دوست خداست، با ساره وارد شهری میشن که در اون شهر وقتی که وارد اون شهر میشن ابراهیم جرار منظرت میخوام وارد شهر اینا جرار میشن و ابراهیم از ترس اینکه مبادا بکشنش به خاطر اینکه ساره همسرش زیبا بوده، میاد همسر خودش رو که خواهر ناتنیش هم بوده، اون موقع شریعتی نبوده که ما بگیم ابراهیم چرا با خواهر ناتنیش ازدواج کرده، میاد همسرش رو به عنوان خواهرش معرفی میکنه و وقتی که وارد اونجا میشه پادشاه اونجا دستور میده ساره رو بیارن به قصرش. ولی چون ابوبکر این مرد خدا بوده، این پادشاه شب خواب میبینه که خداوند به او التیماتوم میده، میگه
این زن همسر داره، با زن شوهردار رو تو وارد قصر نباید بکنی. و بعد که از خواب بلند میشه ابراهیم رو صدا میکنه و میگه ابراهیم تو برای چنین کردی با ما که خداوند نیز من رو میبایست در این رابطه توبیخ میکرد. اما ابراهیم جوابش این هست، ابراهیم دوست خداست، ابراهیم مرد خداست، من صحبت از ابراهیم دارم میکنم. پس هر کدوم ما که حتی مسیح ایمان داریم، خدا رو دوست داریم، اگر اجازه بدیم که فکر غم در من ساکن بشه، متاسفانه با ترس هامون، با نگرانی هامون از ابزار اشتباه استفاده خواهیم کرد. اعلام میکنه ابراهیم در جواب گفت فکر کردم مردم این شهر ترسی از خداوند ندارن. فکر کرده، اما عملا تحقیق نکرده بوده. و برای اینکه همسرم را تصاحب کنن مرا خواهند کشت. علاوه بر این او خواهر ناتنی من نیست هست، هر دو از یک پدر هستیم و من او را به زنی گرفته هم. ابراهیم برای رفع اون غمش، رفع اون نگرانیش از دروغ استفاده میکنه. و امروز نیز متاسفانه میبینیم مردمان به خاطر رفع غمهاشون از ابزار اشتباهی استفاده میکنن که نمیتونه راه درست رو بده. اما کلام خداوند یک طریق رو به ما میاموزه. چه طریقی؟ طریقی که ما خودمون رو به خدا بسپاریم. در مزمور 18:13-30 میخونیم که اعلام میکنه طریق خدا کامل است و برای متوکلان خود سپر هست. برای کسایی که میترسن، برای کسایی که ناراحت هستن، برای کسایی که غمگین هستن، اگر طریقشون رو مطابق کلام خدا به خدا بدن، خداوند میتونه از اونها حمایت کنه. اگر روزگاری که درون هستید غمگین و ترسان هستی، مزمور 27:11 این خبر خوش رو داره. ای خداوند طریق خود را به من بیاموز و به سبب دشمنانم مرا به راه راست هدایت فرما. ما میدانیم انسان فقط و فقط با آموزش میتونه یاد بگیره. از این رو بود که کلام خداوند کلیسا رو بنا کرد، تا نه از انسان بلکه از کلام خدا انسانها بیاموزن زندگی که درش غم نیست، افسردگی نیست، ترس نیست، نگرانی نیستش. در غیر این صورت مدام توی جنگ هایی هستیم که هیچ سودی هم نداره، هیچ سودی هم. این همه جنگ به کجا رسید؟ هر کدومشون هم ادعا میکنن که ما نهایتاً پیروز شدیم. حتما این رو میدونید که هیتلر به ناپلئون میگه ما برای شرف میجنگیم و تو برای پول. ناپلئون چی میگه؟ میگه هر کسی برای چیزی که نداره میجنگه. نهایتاً چنین جوابهایی رو به هم میدن زمانی که ما نمیتونیم بهترین راه رو برای رهایی از غمها و ترسا داشته باشیم. از وضعیت بد مالی اگر ترسان باشیم، در مزمور 37:34 میگه منتظر خداوند باش و طریق او را نگاه دار تا تو را به وراثت زمین برافرازد. و کلام خداوند به فرزندان خدا این حکم رو میده، این ضرورت رو میده که توی نامه کلوسیان 1:10 میگه تا شما به طریق شایسته خداوند به کمال رضامندی رفتار. رضامندی کی؟ خدا که شکل او آفریده شدیم، رضامندی روح خدا که بر ما هستش، رفتار نمایید و در هر عمل نیکو بار آورید و به معرفت خدا کامل شوید. آمین. و اگر این ایمان رو داریم که حقیقتاً خدا با ما سخن میگه، خدا دردها و رنجهای ما رو میتونه برداره، امروز روزی است که قبل از اینکه بخواید نزدیک سفره خداوند بشید، قبل از اینکه بخواید با خدا عهدی رو ببندید، اجازه بدید از درون در حضور خداوند عریان باشید، خالصانه با خدا عمل کنید. اگر کسی تو دل ما هستش که نسبت به او آزرده هستیم، کینه‌ای داریم، ببخشیمش. اگر ترسی داریم که این ترس باعث غم ما شده، برای هر موضوعی، هر موضوعی، سلامتیت هست، بیکاریت هست، بیپولیت هست، همسرت هست، فرزندانت هست، اگر الان خودت رو آماده کنی، مطمئن باش خدا تو رو برکت بده. بریم با هم یه دوتا آیه دیگر هم بشنویم لطفا. شخصی رو که خودش در چنین تجربه‌ای بود، اول تواریخ 4:9-10.
شریفتر بود. خب اینجا وقتی داره میگه یعبیس، اگر شما اول تواریخ رو نگاه کنید نمیدونم چقدر اسم شما میدونید برادر اکبر، بالای فکر کنم 300-400 تا نمیدونم شاید 1000 تا دقیقا نمیدونم اسم توی این اول تواریخه. همینطور داره اسما رو میگه که از قوم یهود هستن، یعنی از یعقوب هستن، از اون 12 سبت هستن که از یهودا گرفته شده. حالا به یعبیس که رسید خدا میسته. یعبیس کیه؟ کسی میدونه یعبیس کیه؟ مادرش رو به سختی زایید. برابر. ما این چیزا رو میدونیم. دیگه چی؟ آیا معجزه کرد؟ آیا مرد جنگ بود؟ آیا یک نویسنده بود؟ یک هنرمند بود؟ نه. قوم رو رهایی داد؟ نه. هیچی دیگه ما نمیدونیم. بله؟ و مادرش او را یعبیس نام نهاد و گفت از این جهت که او را با حزن زاییدم. ما نمیدونیم. خب حزن که یعنی با غم، یعنی با اندوه. همه ما میدونیم که تمام زایمان ها به طور خاص زایمان هایی که در قدیم بوده که سزاریون نبوده، که با یک درد بدی بوده. پس همه ما میدونیم که زن ها مادر ها این تجربه رو داشتن که با درد فرزند رو به دنیا می آوردن. خب این مادر وقتی بچه رو به دنیا میاره اصلا میگن که این مادر فراموش میکنه، دوباره دوست داره بچه دار بشه. اینقدر بچه رو دوست داره بهش میگم که دوباره هوس فرزنددار شد. پس چطور میتونه یک مادر تو وجودش اینقدر کینه و نفرت باشه که اسم بچه‌ش رو بذاره حزنه، بذاره اندوه، بذاره غم و میدونید که مترادفش میشه بدبخت، میشه بیچاره. مسلماً مادر یعبیس در یک مصیبتی این بچه رو به دنیا آورده. نمیدونیم این مصیبت چیه. جنگ ها بوده، همسرش رو از دست داده، خانواده‌اش رو از دست داده. بله؟ و یعبیس از خدای اسرائیل استدعا نموده گفت کاش مرسی از خدای اسرائیل، از خدای زنده، از یهوه، از خدای کوروش، از خدای خداوندمون عیسی مسیح، از خدای رسولان، از خدایی که فرزندان و مردان و زنان رو به جهان آورد که باعث یک دگرگونی بشن، از خداوند مارتین لوتر تا گرفته خداوند مارتین لوتر کینگ که تبعیض نژادی رو برداشت، از خدایی که درش غیور هست، درش غیرت هست، درش آرامش و آزادی هستش، درش زندگی هستش، نه از خدایی که والدین فقط گفتن خداست. پس باید خدامون رو بشناسیم. خدای ما چه کسی هست؟ یعبیس خدا رو میشناخت، با خدا آشنا بود، با خدا یک رابطه داشت. معجزه یعبیس رابطه خداست با انسان، رابطه یعبیس با خدا هستش. کاری رو که یعبیس داره انجام میده همین هست که ما همه ما تو اون جایگاه هستیم. چرا که مسیح به خاطر گناهان ما، به خاطر اون دیواری که بین انسان و خدا بود روی صلیب رفت و مرد و قیام کرد و دیگه این دیوار نیست. و اگر امروز کسی به عنوان فرزند خدا اعلام کنه من غمگینم، من ناراحتم، میترسم، مشکلم درست نشه، کارم درست نشه، بچه‌م به دنیا نیاد، این رابطه رو نداره که یعبیس هزاران سال پیش داشت. وای وای وای، خوش عمیق فکر کنیم میبینیم یعبیس حقیقی فکر میکرد. یعبیس مانند آدم و حوا واقعی فکر نکرد، به واقعیت فکر نکرد که با برگ انجیر خودشو پوشش بده. بله؟ گفت کاش که مرا برکت میدادی و حدود مرا وسیع میگردانی. یعبیس میدانست که اسمش یعنی بدبخت. نه دیگه حزن نه، حزن قشن، غمگین قشن، بیچاره، بی‌نوا. و همه اینو صداش میکردن، همه بهش میگفتن تو بدبختی، همه میگفتن تو بیچاره هستی. یعبیس میتونست بگه خدایا از تو میخوام دهن همه اینا رو ببند که به من میگن من بدبختم، من بیچارم، خدایا کسایی که ضد من هستن رو نابود کن. اما یعبیس میاد از خدا یه چیز دیگه میخواد، از خدا یک نگاه عمیقی میخواد، همون نگاهی که مسیح به ما داد که میگه دشمنان خود رو ببخشید، دشمنان خود رو محبت کنید. یعبیس حضور خدا رو خواست، یعبیس روح خدا رو خواست، چرا که میدونست اگر قوت خدا، روح خدا بر یعبیس باشه درک عمیقی نسبت به هدف خلقت خواهد داشت،
نسبت به شناخت خدا خواهد داشت، نسبت به آنچه که خداوند در زندگی او شروع کرده و میتونه تمام غمهاش رو کفاره کنه. برکت خواست یعنی بیگناه بشم، و ما میدونیم برکتی که خداوند میده درش رنج نیست، درش ترس نیست، درش غم نیست، تو رو غمگین نمی کنه. تو امید داری، تو مطمئن هستی که میرسی به آرزوهای دلت، به نیاز و حاجتت. بله؟ و دست تو با من می بود و مرا از بلا نگاه می داشت. دست او یعنی روح القدس با او باشه، که از تمام بلاها، از تمام رنجها، از تمام سختیها، از تمام مشکلات، از تمام اون چیزا که می ترسیدی، تو زندگی شخصیت هست، رابطت هستش، توی خدمتت هستش، خداوند همه رو بردار. توی بدنت احساس ضعف میکنی، تو فکرت هست، همه اونها رو وقتی که روح مقدس خدا هست، وقتی پوری خدا هست بر من، قوت خدا هست، من میتونم با اون نیز از تمام مشکلات و سختی هایی که درون بروم هست عبور کنم. بله؟ تا محصول نشوند و خدا آنچرا که خواست به اون بخشید. واو! میتونی برای این رسال کلام خدا دست بزنیم؟ میگه خدا آنچرا که خواست بخشید. عیسی مسیح گفت در نام من بطلبید تا به شما داده شود. متی 7:7 اعلام کرد بطلبید تا به شما داده شود. اعمال رسولان 4:12 اعلام میکنه هیچ نامی غیر از نام عیسی مسیح زیر این آسمان نیست. بطلبید تا به شما داده شود. و یعبیس همین رو خواست. یعبیس خیلی زیادگویی هم نکرد. یعبیس با دل پاکش رفت در حضور خدا. یعبیس با قوانین مذهبی نرفت در حضور خدا. نمیگه حتی قربانی داد، هیچی نمیگه. میگه یعبیس فقط همین رو خواست و اعلام میکنه که یعبیس شریف بود، یعنی یک انسان صادق بود. میگه حتی از برادراش شریفتر بود، صادقتر بود، بهتر بود. چقدر افراد هستن که پیش حد به همه ماها شنیدیم میگن آره ما اعمالمون خوبه، رفتارمون خوبه، اینو دوست داریم، اونو دوست داریم، نمیدونم چرا همه با ما بد هستن. خب باید چی کار کنیم؟ باید کاری که یعبیس کرد انجام بدی. بری در حضور خداوند و اعلام کنی خدایا تو مرا برکت بده. چه برکتی بدم به تو؟ به من برکت بده صاحب خونه بیشتر، پول بیشتر، ماشین بیشتر، زندگی بهتر بشم. اینها چیزای واقعی خدا وعده داده. به من برکت بده تا جانهایی که دارن توی ایران هلاک میشن، تا هموطنان ما که توی لس آنجلس هستن، تا دیروز توی ایران به دنبال موقعیت‌های دیگه میدویدن، پول و ثروت و قدرت و مقام با رنگ و ریا و دروغ، امروز توی دام هلاکت دیگه خودشون رو گرفتار کردن. به من اون بیان درست رو بده که بتونم وقتی صحبت میکنم هموطنان عزیزم رو از هلاکت نجات بدم، قوتی باشم، باعث برکت، باعث تسلی، باعث شفا، باعث سلامتی و معجزات بزرگ بکنم برای هموطنانم، برای معتادینی که دارن از بین میرن. خداوند به من برکت بده، حکمتی بده که حداقل من معتادین ایرانی که تو این سرزمین هستن اومدن با چه انگیزه هایی، با چه مدارکی اومدن، با چه خانواده هایی که از طبقات بالا بودن، اما امروز ما میبینیم چقدر وضعیت های بدی دارن توی دنیا، من بتونم اینها رو دستگیری کنم. خدایا من بتونم زنهای خیابانی که توی ایران هستن، میدونید چقدر زن خیابانی هست که جدیداً قانون وضع کردن زنهای خیابانی رو عقیم کنن، یعنی به اینجا رسیده. یادم هست که خداوند 14 سال پیش با قلب من صحبت کرد در رابطه با بچه‌های خیابانی و زنهای خیابانی. نمیفهمیدم بعد زنهای خیابانی یعنی چی. بله خدای به من این برکت رو بده که فقط برای زندگی خودم فکر نکنم، اندیشه نکنم، وقتی وارد کلیسا میشم نگم خدایا من اینو میخوام، من اینو میخوام، من اینو برای خودم میخوام، من اینو میخوام. خب توی مذاهب دیگه‌م که این هست. فرزند خدا باید از چشم خدا نگاه کنه همه این مسائل رو. باید از چشم خدا ببینه مشکلات رو و مثل خود خدا باید فکر کنه. در غیر این صورت نمیتونه چنین دیدگاهی داشته باشه که یعبیس خواست. اگر در حضور خداوند صادقانه عریان بشیم از فکر و ذهنمون، اونجا هست که خدا روح خودش رو میفرسته تا عریانی ما رو به توسط پوری روح القدس در بر بگیره، تا بتونیم مفید باشیم برای جامعهمون، نه برای محبوبیت. هاشا، جلال از آن خداست، بلکه درک کنم من چرا آفریده شدم، چرا من جزء اون رده هایی نبودم که دوران نوزادی خیلی ها کشته شدن. من خودم میگم چرا من جزء کسی نبودم که توی بیمارستان همه رو اعدام کردن ولی تنها من زنده موندم.
چرا تنها شاهد یک بیمارستانی هستم که همه سیاسی‌ها رو اعدام کردن ولی من زنده بودم؟ پس اگر زنده بودم برای مسیح هم، مسیح مال منه، من برای مردمم ایران هستم، من برای کسایی که میشناسم هستم، بتونم مفید باشم. اینجا دیدگاه ما رو عوض خواهد کرد. از اون موقعیت واقعیت در میاییم که فقط به چیزهایی فکر کنیم که میتونه برای ما واقعی باشه. و همه ما این امید رو داریم که وقتی مسیح ایمان آوردیم، مطابق کلام خداوند این نوید به ما داده شد. در اعمال رسولان 26-23 میخونیم که اعلام میکنه که مسیح میبایست درد و رنج بکشد. مسیح توی غم نرفت عزیزان. عیسی مسیح قبل از این بره روی صلیب گفت خداوند اگه میشه این پیاله را جلوی من بردار. اوکی. خدا گفت نه نمیشه. ولی دیگه نرفت که گریه کنه. با غم نرفت. اگه میرفت با غم روی صلیب، هرگز روی صلیب اعلام نمیکرد خدای از گناه اینان بگذر زیرا نمیدانند. چه فرمول زیبایی که امروز روانشناسا دارن تعلیم میدن. خدا رو شکر به دیگران. میگه که مسیح میبایست درد و رنج بکشد و اولین کسی باشد که پس از مرگ زنده شود تا به این وسیله به زندگی یهود و غیر یهود روشنایی ببخشد. آمین. و این روشنایی رو به ما داده. آمین. میتونیم لحظه بیستیم لطفا؟ لطفا مزمور 42:7 رو داشته باشیم. اگر فکر میکنید با توجه به اینکه این کلام رو شنیدیم هنوز احساس غم در دلت هست، اگر فکر میکنی که این کلام رو شنیدی، نه زیاد نمیتونه روت کار بکنه، حضور خدا اینجاست، اون میتونه روت کار بکنه. مشروط بر این که از اون بخوای، از اون درخواست کنی. خداوند هستش که به تو این برکت و این قوت رو خواهد داد برای عوض شدن، برای تبدیل شدن. قبل از اینکه بخوای به این سفره خداوند نزدیک بشی، چون نزدیک شدن به این سفره خداوند عزیزان مسئولیت داره که خواهیم شنید. ولی بیاین اون حزنمون رو، اون اندوهمون رو، اون غممون رو، اون ترسمون رو با آنچه که روی تابلو هست همه با هم اعلام کنیم و ببرین در حضور او. میتونیم با هم بخونیم مزمور 42. ای جان من چرا منحنی شده؟ و چرا در من پریشان گشته ای؟ بر خدا امید دار، زیرا که او را باز حمد خواهم گفت که نجات روی من و خدای من است. آمین. هللویا. هللویا. Oh,
احساس خدا من آن او هاللویا پادشاه پادشاهان است بر پایان دار او پایان دار از نفر یار شیطان شکست و قدرت موت مرگری احساس خدا من او هاللویا پادشاه پادشاهان است